بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی و نیز شما آقای عبداللهی. خیلی سپاسگزارم خانم وفا. مزاحمتون شدیم ببینیم که این در رابطه با اوضاع اقتصادی ایران بعد از این پایان مذاکرات هسته‌ای در وین در 3 آذر یا 24 نوامبر دیدیم که بازار، هم بازار بورس و هم بازار ارز در ایران واکنش نشون داد. دلار به حدود 3500 تومان رسید، بعد پایین اومد. من می‌خواستم خواهش کنم که بفهمید چه عواملی باعث این صعود و سقوط بهای ارز به ویژه در ایران شد. عرض کنم خدمت شما، بازار خصوصا به تحولات سیاسی که خب اون تحولات نقش میذاره در آینده اقتصاد یا حتی وضعیت فعلی یک اقتصاد، خیلی سریع واکنش نشان میده. از عوامل این که بازار ارز به این شکل دچار تلاطم شد و افزایش پیدا کرد، هنوزم با وجودی که به حدود دلار 3375 تومان از 3500 تومانی که شما میگی، البته 530 تومان شده بود، مقداری کاهش پیدا کرده. برخی میگن بر اثر بعض اظهار نظرهای رئیس کل بانک مرکزی، اما هنوز هم توجه داشته باشید نسبت به 3 آذر که بعد از مذاکرات، یعنی شکست در واقع مذاکرات وین بود، هنوز 150 تومان افزایش داره، یعنی کاهش پیدا نکرده. البته عوامل چندی مؤثره. یه عده میگفتن که بازار هیجانی شده. نه، به نظر من بازار واقع بینانه عمل کرده. ممکنه بعضی موقع ها یک اظهار نظر سیاسی باعث بسیار ناآرامی و عدم احساس امنیت در بازار بشه، مقدار دلار بالا و پایین بره، اما بازار هوشمندتر از اینه و حتی مصاحبه هایی که بعضی از نقشیات خود داخل نظام با اهالی بازار کرده یا حتی با صرافان نشون میده که نبض این وضعیت این اقتصاد در از هم در رفته متاسفانه ایران کاملا در دستشونه و میدونن به چه به اصطلاح زیگنالایی میده این تحولات سیاسی یا حتی اقتصادی در سطح جهان، مثل وضعیت عرضه نفت و یا کاهش قیمت نفت. این عوامل رو اگه بخوایم بر بشماریم، اولین عامل یعنی همون 3 آذر که این افزایش شروع شد، افزایش نرخ دلار یا و همچنین سایر ارزها، از اینجا نشأت گرفت که اون هیجانی که ایجاد شده بود به اصطلاح مثبت و حالت انتظاری که این مذاکرات در پایان وقت موعود خودش به نتیجه مثبت خواهد رسید و لااقل گام‌های برداشته خواهد شد برای رفع تحریم از ایران، این با تمدید مدت تا 7 ماه دیگش و اینکه معلوم شد به توافقاتی نتونستن برسن، اینکه حالا اون امر دیگه است، متاسفانه در این فرصت کوتاه نمیشه به این چرایی عدم به سلام توافق در این مذاکرات پرداخت، اما کلن این جو یأس رو در بازار ایجاد کرد که تحریم ها از بعد اقتصادی هم نگاه کنیم که تحریم ها برداشته نمیشه، شرایط تجاری و اقتصادی کشور همون قبله، چون تحریم ها برداشته نمیشه، همزمان هم قیمت نفت کاهش پیدا کرد. یعنی بعد از اینکه نشست اوپک منجر به این نشد که از عرضه خود کم بکنن کشورهای عضو اوپک، خصوصا عربستان، بنابراین قیمت نفت کاهش بیشتر، یا حتی در عرض 1 هفته قیمت نفت اوپک، نفتی که اوپک عرضه میکنه به بازار، تا حدود 64 دلار کاهش یافت. این باعث شد که مثلا جو بازار اینجوری این علائم سیگنالا رو گرفته که خب تحریم ها که رفع نشده، وضعیت تجاری تغییر نکرده، کاهش به اصطلاح قیمت نفتم هست، پس ایران، دولت ایران با این کسره های بودجه که مواجه هست، توانایی این که
به اصطلاح ارز وارد بازار بکنه چون کم داره و طبق آخرین توافق هم ماهی 700 میلیون دلار بیشتر در اختیار ایران قرار نمیگیره، 700 میلیون مقدار زیاد بیشتر، یکم بیشتر، بنابراین این توان رو نداره که مثل قبل بانک مرکزی هر از گاهی برای نسبی نگه داشتن ثبات در مثلا بازار ارز مقداری ارز به بازار تزریق کنه. حالا این چند وقت پیش که همین چند روز پیش که مقداری قیمت اومد پایین، مقداری بانک مرکزی ارز تزریق کرد، ولی بازار هوشیاره که این توانایی رو برای دراز مدت نداره چون با مسائل بسیار متنوعی بازار دولت آقای روحانی روبروست که اینها با در این مخمسه و وضعیت تنگ اقتصادی که قرار داره، خصوصا در تهیه بودجه سال 1394، این بازار احتمال افزایش قیمت ارز رو میده و با وعده و وعید نمیشه بازار رو یا خصوصا قیمت ارز رو پایین نگه داشت یا ثابت نگه داشت. دیگه عده نظرشون بر این است که مثلا بازیگران اصلی بازار ارز در ایران مثلا وابستگان به قدرت هستند و چون این وابستگان، این رانتخاران اطلاعات بیشتری دارند از وضعیت سیاسی اقتصادی ایران، نظرشون بر این است که این عکس‌العمل مثلا بازار ارز بیشتر عکس‌العمل اون دسته از بازیگران این بازار است که میدانن یا بهتر میدانن که این مذاکرات بالاخره نتیجه ای نداره و بنابراین قیمت ارز بازم بالاتر خواهد رفت. عرض کنم در این که همیشه این به اصطلاح رانتخاران، حالا اونایی که دارای رانت سیاسی هستن و به تبعش رانت اقتصادی، از موقعیت ها و فرصت های فساد استفاده می کنند که به اصطلاح تبعات منفیش بر دوش مردم باشه، در این که شکی نیست. در دوره احمدی نژاد ما مرتب دیدیم با افزایش قیمت به اصطلاح ارز، عده‌ای که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودن و می دانستند دولت الان چگونه می خواد عمل کنه، ارز به بازار تزریق بکنه یا نکنه و به اصطلاح چه تصمیماتی داره، به موقع حاضر بودن، آماده بودن برای خرید، وقتی که قیمت پایین می اومد برای خرید ارز و بعد گرانتر که میشه میدونستن در چه موقع مقتضی این قیمت ارز هم افزایش پیدا میکنه، چون انحصارش دست دولت دیگه، اون دولته که بازی میکنه با این قیمت ارز و با تزریقش به بازار یا عدم تزریقش کنترل قیمت ارز رو داره در ایران. اما خود اونم فعال مایشان نیست، دولت هم تحت شرایط اقتصادی قرار داده که اونها بسا میتونن این اختیار به اصطلاح پرداخت پول یارانه برای اینکه قیمت ارز رو پایین نگه بداره این رو از دستش خارج میکنه. اما این بخشی از این صحبت درسته که یه عده سودجو که میدانستن خصوصا در امر مذاکرات هسته‌ای که همیشه موش دواندند و بسیار نفعشون در این هست که تحریم ها ادامه پیدا بکنه، اونها از این به اصطلاح التهاب بازار ارز سود میبرن و اصلا هستی خود رو از این راندخاری دارن، در این شکی نیست. اما به نظر من این امر ادامه پیدا میکنه، مسئله فقط ارز نیست، مسئله ناتوانی اقتصاد ایران است که در تنها دوره آقای روحانی هم نبوده، در 8 سال فقط آقای احمدی نژاد هم نبوده، از ابتدای پا گرفتن این استبداد مرتب ضربه های مهلک به اقتصاد به اصطلاح به بنیاد تولیدی کشور زده شده تا توان مقاومت این اقتصاد این ملت رو در مقابل فشارهای خارجی کم کنن. الان به حدی از به اصطلاح سختی رسیده و حالت احتضار گرفته که عین کف دست تمام همون قدرت های خارجی میدونن در همین مذاکرات که بنیه اقتصادی ایران تا چقدر ضعیفه و بنابراین به عنوان یک اهرم حتی در مذاکرات میتونن استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن و مجبور بکنن این نظام رو که در موضع ضعف که ایران رو قرار داده هیچی گلوگاهش هم دست اونا باشه و بتونن باج بگیرن از ایران، در این که شکی نیست. این اما واقعیات اقتصاد نشون میده که فقط یک تلاطمی که حاصل به اصطلاح خواست صرفا راندخار بوده نیست و بلکه
توان به اصطلاح ضعف بنیه‌ای اقتصاد ایران هست که باعث میشه الان این در این مخمسه این اقتصاد گیر کرده باشه و حتی این دولت در این چارچوب نظام ولایت فقیه راه خروج وجود نداره. فرم‌های انواع اقسام بن‌بست هاست که این نظام درش میچرخه. خب حالا در این وضعیت و در وضعیتی که شاهد کاهش هر روزه قیمت نفت هستیم، برای بیشتر در روزن میتونه صحبت بکنیم، کابینه آقای روحانی بودجه سال 94 رو با 70 دلار بسته و میخواستم ببینم که به نظر شما این صدا قیمت دلاری که برای بودجه در نظر گرفتن چقدر با واقعیت موجود مطابقت داره و چه برآوردهایی همچین قیمتی رو اینا بسیار بستند. عرض کنم خدمت شما اینکه اونها بر چه برآوردی بستند باید از خود به صلاح واضعان این لایحه بودجه پرسید، اما اینکه واقعیت های اقتصاد ایران چی میگه، آیا الان این نفت 70 دلاری با واقعیت نزدیکی یا نه، با استناد به اونها میشه این رو بررسی کرد. البته متاسفانه الان چون وقت کمه، چون اینو بررسی ها رو نمیشه فقط از موضع اقتصادی نگاه کرد، بلکه باید یک دید مشرفی داشت. تغییر تحولات سیاسی که نقش عمده ای هم داره، اینا همه تغییراتی که در وجه اقتصادی انجام میشه در وجه سیاسی تاثیر متقابل داره و بالعکس در وجه اجتماعی، اینا همه موقعیت رو باید از بالا به شکل مشرف همه این عوامل رو سنجید. خب حالا صرفا اقتنا میکنیم به وضعیت اقتصادی، ببینیم حتی همین بودجه از نقطه نظر اقتصادی بر چه مؤلفه‌ای خود بخواد تکیه بکنه و آیا این نفت 70 دلاری با واقعیت نزدیکی یا نه. اولا این روند کاهش قیمت نفت بعد از اینکه اوپک نتونست عرضه نفت رو کم کنه، بنابر این تقاضا رو مثلا چون عرضه رو کم نکرده زیاد هست، تقاضا هم کم شده. در مصاحبه قبلی هم توضیح دادیم که چه کشورهایی با به اصطلاح ضعف رشد روبرو شدن و بنابراین تقاضا زیاد نیست در بازار نفت. این باعث شد که حداقل برای یک سال آینده قیمت نفت رو به سراشیبی بره. همونجور که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون، حتی در عرض یک هفته نرخ بسیار سبد نفتی اوپک کاهش قیمت پیدا کرد و پیشبینی هایی که مجلات اقتصادی معتبر دنیا انجام میدن میگن که حتی امکان داره تا نفت تا زیر 40 دلار هم سقوط بکنه. پس بنابراین 70 دلار بستن بودجه از این نقطه نظرم نگاه بکنیم، درآمد ارزی که حاصل از اون متاسفانه اقتصاد ایران کاملا وابسته به نفته به دست نمیاره. پس بنابراین این احتمال داده میشه که در این لایحه که بودجه مثلا لایحه بودجه جدید سال 1394 روی یک منابع درآمدی جدیدی امید بستن. یکی از اونها برداشت از صندوق توسعه ملی است، اینکه حالا چقدر واقعا، چون از مردم هم پنهان واقعیت امر رو هم نمیگن، برخی ها گفتن 70 میلیارد دلار درش وجود داره، اما اینکه نحوه برخورد با اون. در مصاحبه دفعه قبل خدمت بینندگان محترم عرض کردم که با تغییر تعریف وزیر اقتصاد دارایی دولت آقای روحانی، آقای طیب نیا، پیشنهاد کرده بود اگر تعریف بکنیم صندوق توسعه ملی رو همانند به اصطلاح حساب ذخیره ارزی، اون موقع امکان برداشت دولت به اصطلاح وجود داره و حیف که در بودجه سال 93 به این مسئله توجه نشد و رفته بود به مجلس که رایزنی کنه به اصطلاح با نمایندگان مجلس یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس، که بلکه این راه رو یکی از راه‌هایی باشه که مجوز بدن به دولت برای بررسی. اون زمان میگفتن مجلس با این امر مخالفت کرده، اما جدیدا من خوندم آقای تاجگردون که رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس نظام هست، خودش پیشنهاد کرده که این واریز 31% به اصطلاح سهم صندوق توسعه ملی به 20% کاهش پیدا بکنه، یعنی دولت از این کمتر، از منابع درآمدهای نفتیش کمتر به صندوق
ذخیره توسعه ملی به اصطلاح واریز بکنه تا از این مابه و تفاوت رو بتونه برای تنظیم بودجهش به کار بره. یه نوع به اصطلاح مجوزی است که جدیداً مجلس، یعنی یه تغییر کاربردی جدیدی که هر وقتی به جای گیر میکنن یک بازم به درآمدهای نفتی وابسته است این بودجه. مسئله بعدی مسئله است که مثلا مالیات جدیداً همین چند وقت پیش گفتن که مجلس تصویب کرده که آستان قدس رضوی و همچنین نهادهای مسلط و نهاد مسلح اینها از مالیات مستقیم و همچنین مالیات به ارزش افزوده اینا معاف نباشن و مالیات رو بدن. خب آستان قدس رضوی 38 سال مالیات نمیده، 55 تا مؤسسه حداقل داره و این نهادهای مسلح هم به همچنین، اما منوتش کردن به اصطلاح به اجازه و اذن رهبری این نظام که خب طبق معمول سنواتی ما میبینیم یک حکم حکومتی هم صادر میکنه آقای خامنه ای که نه، از مالیات معاف هستن و میمانن. به هر حال هنوز این طرحی که نمایندگان این مجلس این نظام عنوان کردن منوط هست به اجازه آقای خامنه ای و همچنین تصویب شورای نگهبان. تازه اگر هم مالیات گرفته بشه میخوان صرف بخش آموزشیش بکنن در روستاها و 1000 میلیارد تومان هم بیشتر نمیشه، بنابراین به صلاح مقدار مالیاتی که میخوان بگیرند آش دهن سوزی نیست، گرچه معلوم نیست بر چه اساسی این به صلاح این دوست نیروی بزرگ مسلح و آستان قدس رضوی نمیشه بیشتر از این ازشون مالیات گرفت. پس بنابراین در امر مالیات هم تغییر تحول آنچنانی رخ نداده که بگیم یک منبع جدید برای دولت که بتونه به اون تکیه کنه. امر بعدی این است که ما به تراز بازرگانی کشور نگاه بکنیم، واردات در 8 ماهه اخیر، یعنی حداقل با سال 92 که مقایسه کنیم، در نیمه اول سال 93 نسبت به سال 92 که اون مثلا 30% افزایش واردات داشته، در صورتی که صادرات غیر نفتیش الان توجه بکنید تنها سایه کالاهای غیر نفتی همش مشتقات پتروشیمی هست و مشتقات نفتی مثل پلی اتیلین، متانول، نمیدونم غیر نفت، بوتان، اینا همش مشتقات نفتی است و سایر کالاها رو یه رشد 2% اصلا داشت. بنابراین در این تراز بازرگانی خود این امر هم یکی از مسائلی بود که بازار ارز بهش واکنش نشان داد، چون میدانستن با افزایش به اصطلاح صادر واردات این دولت توان این که به اصطلاح بتونه ارزی در اختیار داشته باشه که به بازار تزریق بکنه که قیمت رو، یعنی سوبسید بده که قیمت رو کنترل کنه و پایین نگه داره قیمت ارز رو، نه این توانش نیست. خود این تراز بازرگانی به بازار این رو نشون میده. امر دیگری که به اصطلاح در دسترس این نظام هست این است که یه مقدار مثلا دماسنج این همین تلاطم بازار چیز نفت، ببخشید ارز، یک دماسنجی باشه ببینن عکس العمل بازار و مردم چگونه است. نگران شورش های اجتماعی هستن، در شکی نیست. آرام آرام همونجور که دولت احمدی نژاد به اصطلاح آرام آرام یارانه ها رو به یک شکل قطع کرد و افزایش حامل های انرژی رو به اصطلاح پیش گرفت، یک تب جامعه رو میخوام بسنجم و دولت یکی از راه هایی که حتما میتونه بهش، مثلا چون راه گریزی نداره این است که در جو ناامیدی سیاسی هم وجود داره. الان اظهارات آقای ظریف رو نگاه کنیم یا اظهارات آقای خامنه ای، ابتدا بعد از شکست مذاکرات میگفتن که مقصر آمریکا، حالا یواش یواش نه ما هر دو با آمریکا همه هیچ وقت اینقدر مثلا در این 10 سال گذشته اینقدر امیدوار به نتیجه مذاکرات نیستیم، میخوان ایجاد به اصطلاح امید کنن در جامعه چون دیدن به شکست مواجه شد و قطع ناامیدی در مردم ایجاد شد، نگران شورش های اجتماعی هم هستن، بنابراین آرام آرام این پیشه میکنن افزایش قیمت ارز رو. یعنی توجه بفرمایید معاونان یکی از وزرای وزارتخونه های مثلا این نظام
چند وقت پیش، چند ماه پیش اعلام کرده بود که دولت آقای احمدی نژاد دلار رو تا 70,000 تومان میخواست افزایش قیمت بده، خوشبختانه جلوش رو گرفتن. پس بنابراین در این نظام به این فکرها میفتن که این حتی افزایش این گونه عظیم قیمت ارز رو، پس بنابراین الان دولتی که اونجور که خدمتون عرض کردم ماهی 700 میلیون بیشتر درآمد نداره، بخش اعظم از این صرف یارانه های نقدی میشه. حالا هر چقدر که خارج کشوری ها رو مثلا حذف کردن که به نظر من تا اون محیطی که خود من میشناسم یا ایرانیان وفادار به وطنی که میشناختم کسی یارانه در خارج کشور نمیگیره. حالا به هر حال 5 میلیون به اصطلاح از 77 میلیون کم میکنن، ولی بخش عمده از این یارانه ها رو، این ارزی رو که میخواد بگیره اگه بخواد تامین کنه، خب از بین میره از پولای که بلوکه شده و الان آزاد میشه. وضعیت مالیات که خدمتون عرض کردم، وضعیت صندوق توسعه ملی هم که خب یه موقع هم کفگیر به ته دیگ میخوره، اونجا هم پولی نیست. وضعیت پروژه های عمرانی رو با نگاه کرد که همون یادمون باشه در بودجه سال 1393 گفتن دولت به اصطلاح پروژه هایی که 80%ش پیشرفت داشته فقط اونها رو خاتمه بده، به علت نداشتن اعتبار هم اونها بسیار به کندی پیشرفته. جب با یک رکود در پروژه های عمرانی با یک رکود بسیار عمیقی روبرو هستند. پس بنابراین گرچه زر ظاهر در این بودجه جدید هم معتقدن که افزایش اعتبار برای پروژه های عمرانی میخوام، ولی یک محلی باید باشه که از این درآمد رو داشته باشه. مالیات رو که عرض کردم خدمتون، برداشت از صندوق توسعه ملی رو هم که عرض کردم خدمتون، منبع درآمد اصلیشون که نفت هست، قیمت نفت رو هم که دیدیم به چه شکل داره در حتی اقل در چشمنداز یک ساله به چه شکل نزول پیدا میکنه. صادرات غیر از صادرات نفتی هم که وجود نداره، پس بنابراین دو راه بیشتر نمونه، یا باز استقرار از بانک مرکزی و چاپ کردن پول هست، یا اینکه قیمت ارز رو بالا ببرن تا از ما به تفاوت اون بتونن خرج های به اصطلاح هزینه های جاری رو بپردازن، و یا ترکیبی از این دو، یا ترکیبی از این دو که هر چقدر هم پنهان بکنه. جدیدا یه مصاحبه با آقای سیف بانک مرکزی میخوندم، رئیس کل بانک مرکزی میگفت که خوشبختانه برای بودجه دولت رجوع نکرده به بانک مرکزی، حالا اینجوری میگه، ولی برای یک مسائل دیگری رجوع کرده که نمیشه گذاشت، اسمش نمیشه گذاشت برای رفع کسری بودجه. خب حالا مثلا پرداخت بسیار از یارانه ها رو میتونن بگن که چون کاری به بودجه نداره از بانک مرکزی استقراض کردن. به هر حال اثرات تورمی اون در آینده بر روی دوش کی معلوم میشه؟ وضعیت زندگی مردم. بر این در این نظام من خیلی خلاصه عرض کنم خدمت بینندگان محترم، هموطنان عزیزم، در نظام ولایت فقیه با انواع و اقسام بنبست های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جو خشونت باری که امنیت به هیچ وجه و جو اسید پاشی در حمله به در اصفهان، حمله به زنان در جهرم، که هر وقت این نظام با شکستی میخواد ایران رو مواجه کنه در هر زمینه، اولین کار با فشار آوردن با زنان کشور شروع میکنه. خب در این جو نبود امنیت که اصلا سرمایه گذاری رو غیر قابل قبول میکنه، هر کس بخواد سرمایه گذاری کنه در این جو ناامیدی و جو امنیت اصلا مایوس میشه و سرمایه رو از کشور خارج میکنه. پس بنابراین در نظام ولایت فقیه دنبال راه حل نمیشه گشت، خود این نظام بحران سازه و بنبست سازه. بنبست رو در این نظام نمیشه حل کرد الا اینکه واقعا مردم این تغییر نظام رو، تغییر وضعیت زندگی خود رو و خروج از بحران ها رو وظیفه و مسئولیت اصلی خود بگیرن، و اون با یک تغییر اساسی در نوع نگاه به خود، نگاه به خود به عنوان یک انسان حقوقمند که حق من هست که از حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودم برخوردار بشم، و بدونن در این چارچوب این نظام فقط مثل بندبازان قدرت با اینها مثل بندبازی بازی فقط میشه با وضعیت معیشت زندگی اینها. به نظر من این خیلی خیلی اساسی است که با دو تا اظهار نظر آقای سیف و آقای روحانی و غیره که معتقده به وعده هاش وفادار هست، ولی خب بزرگترین دروغ این است که باید قبول بکنه و به مردم واقعیت امر بگه که در بنبست این نظام نمیشه اون وعده ها رو تحقق بخشید.
اول از همه خود مردم ایران باید به فکر چاره اصلی باشن و اون این است که یک تحول اساسی در وضعیت کشور بدن از طریق مبارزه با این نظام. خانم وفا خیلی سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما تموم شد. خیلی ممنونم از وقتی که با ما دادین. حتما بازم در چند هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود که بازم به وضعیت اقتصادی رو بیشتر بهش بپردازیم. تمنا میکنم. شب شما و بینندگان محترم بخیر. اوقات شما خوش.